تابه لوکاپ. تابه لوکاپ جزو توابع قدیمی نرم افزار اکسل که در نسخه های جدیدتر وی لوکاپ یا ورتیکال لوکاپ یا اچ لوکاپ یا همون هوریزنتال لوکاپ جایگزین اون شده. اگر به هلپ نرم افزار اکسل مراجعه کنیم، در اونجا اومده که از تابه لوکاپ استفاده نکنیم و بهتره که به جای اون بیایم از توابع اچ لوکاپ و ورتیکال لوکاپ یا همون وی لوکاپ استفاده کنیم. در مورد تابع لوکاپ، اگر آرایه یا همون بازه یا همون جدول دارای سطرهای بیشتری از ستونها باشد، دقت کنید، به عنوان مثال در این قسمت اگر این بازه ما سطرهای اون از ستونها بیشتر باشد، مثل یک سطر، دو سطر، سه سطر، چهار سطر و پنج سطر رو در این جدول داریم، چند ستون رو داریم؟ یک، دو، سه. در این بازه ما سطرهای ما از ستونها بیشتره. در این حالت نرم افزار اکسل در حالتی که از تابع لوکاپ استفاده میکنیم فرض میکنه که ما میخواییم یک وی لوکاپ رو اجرا کنیم و در اولین ستون آرایه به دنبال مقادیر جستجو میگرده. در حالتی که تعداد ستونها از سطرها بیشتر باشه، مثل این بازه، یک، دو، سه، چهار، پنج، پنج ستون رو داریم و این یک سطر، دو سطر و اینم سه سطر. در حالتی که تعداد ستونهای آرایه یا بازه یا جدول از سطرهای اون بیشتر باشه، نرم افزار اکسل فرض میکنه که میخواییم از اچ لوکاپ استفاده کنیم و اولین سطر آرایه رو برای مقدار جستجو برمیگردونه. در حالتی که از تابع لوکاپ استفاده میکنیم، نرم افزار اکسل همیشه مقدار رو از آخرین ستون یا از آخرین سطر آرایه یا بازه برمیگردونه که در مثالی که در این قسمت الان خدمتتون میذارم میتونید متوجه اون بشید. تابع لوکاپ رو به دو روش میتونیم اجرا کنیم. روش اول اینه که در نوار ریبون سربرگ فرمولا در گروه فانکشن لایبرری اینجا بر روی لوکاپ ان رفرنس میتونیم به تابع لوکاپ دسترسی داشته باشیم. اینجا تابع لوکاپ رو داریم و یا اگر کلید اسکیپ رو بفشارم در سلول B169 در حالت که زبان انگلیسی باشه و عملگر مساوی رو تایپ کنیم و حروف LOO رو اینجا تایپ کنیم و روی FX اگر دوباره کلیک چپ کنیم، آرگومان‌ها و نحوه نوشتن تابع لوکاپ برامون ظاهر میشه. در حالت اول که ما حالت برداری رو داریم که در مورد این در بخش مثال‌ها بیشتر براتون توضیح میزنم و اینجا هم میبینید که لوکاپ آرگومان اول لوکاپ ولیو و آرگومان دوم اری رو داره. ابتدا میگه لوکاپ ولیو رو بیاین براش انتخاب کنین و بعد از اون بیاین براش بازه رو انتخاب کنین. میایم اینجا، همونطور که مشاهده میکنین شماره دانشجویی رو اومدیم اینجا چه عدد وارد کردیم؟ 94 10 3.72 94 10 3.72. حالا اگر بیایم اثر تابع لوکاپ رو بر روی این ولیو و اری داشته باشیم، قطعا نتیجه‌ای که به ما میده باید علی شمس باشه. چرا؟ گفتیم در حالت تابع لوکاپ همیشه مقدار رو از آخرین ستون یا سطر آرایه برمیگردونه. اینجا میایم زبان انگلیسی باشه، عملگر مساوی L دابل O بر روی FX یا دوباره کلیک چپ می‌کنیم، لوکاپ ولیو رو این سلول 2063 انتخاب میکنیم، ویرگول، و میایم جدول رو به این حالت انتخاب میکنیم و کلید انتر رو میفشاریم. ببینیم خروجی ما علی شمس بود. چرا یه همچین اتفاقی افتاد؟ اینجا در این بازه تعداد سطرها از تعداد ستونها بیشتر بود. تابع لوکاپ فرض کرد میخواییم از حالت وی لوکاپ استفاده کنیم و اومد اولین ستون آرایه رو در اولی ستون آرایه به دنبال مقدار جستجو گشت که اینجا برامون علی شمس بود. اگر بخوایم از تابع ویلوکاپ استفاده کنیم، من اینجا میام در سه حالت براتون از تابع ویلوکاپ برای این ولیو استفاده میکنم. عملگر مساوی رو تایپ میکنیم، حروف وی ال اینجا بر روی اف ایکس، دوباره کلیک چپ میکنیم، لوکاپ ولیو، میایم این شماره دانشجویی 72 رو انتخاب میکنیم، ویرگول، و اینجا از ما تیبل اری رو خواسته، میایم این
اره یا بازه رو انتخاب میکنیم، ویرگول، و اینجا در حالت کل ایندکس نامبر که اگر به اینجا شماره رو که برای ایندکس از ستون استفاده کنیم، من اینجا ابتدا اگر عدد یک رو قرار بدم ویرگول و نوع مچ بودن رو از اگزکت مچ استفاده کنیم، دوباره کلیک چپ و کلید انتر رو بفشاریم، میاد به ما بر اساس کل ایندکس نامبر خروجی کار رو میده. من میام این سلول انتخاب کپی و در این سلول ها اون رو پیست میکنم. چه اتفاقی افتاد؟ نتایجی که به ما داره میده نتایج کاملا نادرستیه. اگر اینجا یک کنترل زد بزنیم و اسکیپ، من اینجا میام در این فرمول B163 رو به این حالت مطلقش میکنم F4 تا در حالتی که کپی داریم میکنیم این اتفاق یا پیام های خطا برامون ظاهر نشه، این رو هم انتخاب میکنیم، کلید تابعی F4 و کلید انتر رو میفشاریم. حال اگر این سلول رو انتخاب، کلیک راست، کپی و در سایر این سلول ها اینجا بدین گونه اون رو پیست کنیم، میبینید که نتایج ما یکسانه با اینکه داریم کپی رو انجام میدیم. چرا؟ چون به صورت مطلق از این خونه و از این تیبل اری داره میگیره. اینجا میایم کل ایندکس نامبر رو به جای یک عدد دو این ستون دوم میذاریم، خروجی ما چی میشه؟ اینجا میشه یز. ملاحظه کنین یز. و در این حالت سوم به جای عدد یک در کل ایندکس نامبر شماره ایندکس ستون رو عدد سه میذاریم و نتیجه کار ما میشه علی شمس. اینجا میتونین به بزرگی و عظمت تابع ویلوکاپ و نوع کارایی اون بر اساس کل ایندکس نامبر پی ببرید، در حالی که در تابع لوکاپ اینجا بر اساس این ولیوی که اومدیم انتخاب کردیم اومد از آخرین ستون اون آرایه برای ما نتیجه رو برگردون. اولین ستون اینه، دومین اینه و سومین ستون یا آخرین ستون هم اینه. با توجه به اینکه ولیوی ما این سلول بوده که اینجا در این قسمت هم قرار دادیم، میاد نرم افزار اکسل در حالت لوکاپ در حالتی که تعداد سطرها از ستونها بیشتر باشه مقدار رو از آخرین ستون برای ما برمیگردونه که اینجا نتیجه کار همون حالت شمسه برای لوکاپ، ولی در حالت ورتیکال لوکاپ بر اساس کل ایندکس نامبر اومدیم خروجی های متفاوت و دلخواه و کاربرپسند رو گرفتیم. در سلول B172 کلیک چپ میکنیم. همونطور که در تیبل سمت راست ملاحظه میکنین تعداد ستونها از تعداد سطرها بیشتره. اگر بخوایم تابع لوکاپ رو بر این تیبل اعمال کنیم با توجه به اینکه تعداد ستونها از تعداد سطرها بیشتره، نرم افزار اکسل در زمان استفاده از تابع لوکاپ فرض میکنه که میخواییم از حالت هوریزنتال لوکاپ استفاده کنیم یا همون جستجوی افقی. اینجا در سلول B171 اومدیم سال رو قرار دادیم، سال 95، 1392، 93، 94 و 95. با توجه به اینکه از تابع لوکاپ استفاده میکنیم در این حالت نرم افزار اکسل میاد آخرین سطر آرایه رو برای ما برمیگردونه. آخرین سطر آرایه چیه اینجا؟ سرکار خانم هدا طیبی. تا برای اعمال کنیم تا ببینیم به چه نتیجه میرسیم. در سلول B172 زبان انگلیسی باشه، عملگر مساوی رو تایپ میکنیم LOO و بر روی FAX اینجا دوبار کلیک چپ میکنیم و میایم از این حالت استفاده میکنیم. حالا در مورد این آرگومان های بالا و نوع استفاده از لوکاپ در حالت لوکاپ ولیو و لوکاپ وکتور و ریزالت وکتور در قالب یک مثال جداگانه به صورت مفصل براتون صحبت میکنم، بسیار پرکاربرد و جذابه. لوکاپ ولیو میایم اینجا 1395 رو انتخاب میکنیم ویرگول و اینجا برای اری میایم در واقع این بازه یا جدول رو انتخاب میکنیم و کلید انتر رو میفشاریم. ببینید نتیجه که به ما داد خدا طیبی. یه بار دیگه تکرار میکنم به صورت گام به گام و هایسته از تابع لوکاپ استفاده میکنیم، در بازه تعداد ستونها از سطرها بیشتره، در نتیجه تابع اکسل تابع لوکاپ فرض میکنه از حالت اچ لوکاپ میخواییم استفاده کنیم و با توجه به اینکه در حالت لوکاپ نرم افزار اکسل همیشه مقدار رو در حالت اچ لوکاپ از آخرین سطر آرایه برای ما برمیگردونه. اگر بخوایم در حالت اچ لوکاپ از این بازه استفاده کنیم و نتایج رو ببینیم، اینجا میتونیم در سلول B173 کلیک کنیم،
عملگر مساوی، حروف HL رو تایپ میکنیم، بر روی نماد FX دوبار کلیک چپ میکنیم، از ما لوکا ولیو رو خواسته. اینجا سالها رو داریم در این سلول B171، اومدیم 1395 رو قرار دادیم ویرگول، و از ما تیبل ارای رو خواسته به این حالت، و میایم اینجا ویرگول رو میفشاریم و رو ایندکس نامبر. اینجا رو ایندکس نامبر ما میخواهیم شاگرد اولهای کلاس اول رو داشته باشیم. کلاس اول در چه سطری از این اری قرار داره؟ 2. و در سال 1395 نتیجه کار میشه خانم فرشته خراسانی. 2 رو قرار میدیم ویرگول، چون دنبال انتباق هستیم، انتباق دقیق، حالت فالس رو انتخاب میکنیم با دو بار کلیک چپ کردن و کلید انتر رو میفشاریم، فرشته خراسانی. حالا اگر در کلاس اول در سال 1393 دنبال شاگرد اول باشه، فقط کافیه اینجا این رو تبدیل به 1393 کنیم، کلید انتر داره، اینجا به ما خروجی رو میده. و در تابع لوکاپ هم اینجا میبینید که خانم مونا رضایی تغییر کرد. چرا؟ چون تابع اکسل، گفتم خدمتون، در حالت لوکاپ میاد مقدار رو از آخرین سطر آرایه میگیره در سال 1393. میام اینجا دوباره فرمول رو انتخاب میکنیم، کپی، میخوام یک ایراد رو باز دوباره بهتون نشون بدم. اگر این رو در حالتی که فرمول ها در حالت ارجاع نسبی هستن در این سلول کلیک راست و پیست کنیم، باز نتیجه ما نتیجه خطا است. از کلی ترکیب کنترل زد استفاده میکنیم، اینجا برای اکرم حسینی کلیک میکنیم، 271 رو دوباره با استفاده از کلی تابی F4 مطلق میکنیم و این بازه رو در واقع انتخاب میکنیم، اون رو دوباره مطلق میکنیم و کلید انتر رو میفشاریم. حالا اگر بیایم این فرمول انتخاب، کلیک راست، کپی و در سلول 274 اون رو پیست کنیم، خیلی راحت میتونیم نتایج رو داشته باشیم. این بار من دنبال شاگرد اول در سال 1394 در پایه دومم. خب این رو انتخاب میکنیم، میگیم ابتدا باید اینجا سال رو 1394 انتخاب کنیم. خب و در سال 1394 اگر انتخاب کنیم، در پایه دوم با چه سطری قرار بدیم؟ سطر سوم. ببینید سطر اول، سطر دوم، سطر سوم. حالا این اگر به صورت واقعی تر خدمتتون نشون بدم، این در واقع سطر اوله، اینجا سطر دوم و اینم اینجا سطر سوم. پس شاگرد اولهای کلاس دوم در سطر سوم از جدول قرار دارن. اینجا 2 رو انتخاب میکنیم و عدد 3 رو به عنوان رو ایندکس نامبر انتخاب میکنیم. دقت کنین، در ویلوکاپ ما با کل ایندکس نامبر کار داریم، میتونیم روی خروجی ها تغییرات رو بدیم، خروجی های مورد نظر رو بگیریم. در حالت اچ لوکاپ با رو ایندکس نامبر کار داریم، 3 رو انتخاب کردیم، کلید انتر. اینجا خانم زهرا زاره به عنوان شاگرد اول کلاس دوم در سال 1394. چقدر راحت تونستیم به خروجی مورد نظر برسیم؟ تا این قسمت اومدیم تابع لوکاپ، یک تابع قدیمی رو با تابع وی لوکاپ و اچ لوکاپ مقایسه کردیم در قالب مثال ها و نتیجه کار رو اینجا دیدیم.